بله، من این رو میگفتم که این ستاد امر به معروف یکی از دستگاه های بسیار مخوف در رژیم جمهوری اسلامی است و اینو میبایستی هم میهنان ما خوب بدونن، چرا که در کوچه ای نیست، در کوچه ای نیست شهروندان کشورم هنگامی که میان بیرون با اینا برخورد نداشته باشن. اینا همه جا حضور دارن به عنوان کسی که خوب در مجموعه وزارت کشور در فرمانداری بودن، ما این مسائل رو ما خوب میدونیم و اینا هستن. خب اینا چی کارایی میکنن؟ ببینید، این ستاد امر به معروف گفتم در رأسش کسی از مانند احمد جنتی، همه حساب میبرن ازش، همه، تمام نماینده های مجلس، چون میدونن دیگه چه ابزاری این داره، همه رو میتونه رد صلاحیت بکنه نماینده ها رو از فیلتری. اینا باید بگذره دیگه. و همه حساب میبرن و این دستگاه مخوف گفتم معاونینی داره در حد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، یعنی همه نیروهای مسلح حساب میبرن از ستاد امر معروف. یک دستگاه امنیتی است بالاتر از وزارت اطلاعات، بالاتر از وزارت اطلاعات، عریضه طویلتر از وزارت اطلاعات در درون کشور به ویژه. اینا بیرون از کشور هم بخش بین الملل دارن و در بیرون از کشور هم نفوذ دارند و بسیار پرقدرتن. هنوز پرداخته نشده که این ستاد امر به معروف داره چی کار میکنه. این ستاد یک ستاد بسیار جنایت ها کرده و میکنه، بسیار. گفتم شاید 1%, 2% اون چیزی که هست هنوز گفته نشده که این ستاد امر به معروف چه کارهایی میکنه. شما ببینید، برای رژیم هم تا اندازه‌ای مهم هست. اینا الگو گرفتن حتی از عربستان هم. در عربستان هم اونا همین رو دارن. زیر نام در عربستان، زیر نام هیئت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر هست. اونا هم همین کارهای تعقیب و اختار و بعد تعهد میگیرن. در افغانستان زمان طالبان اونها هم داشتن وزارت خونه داشتن. در ایران هم قرار بود در جمهوری اسلامی وزارت خونه باشه، که اگر بود بهتر بود، چرا که یک نظارتی بود زیر نظر کابینه و دولت بود. ولی امروز اینا به هیچ کی پاسخگو نیستن، همه کاراشون هم امنیتی و مخفی و بخش اون پایین‌هاش هم یه شمار بالای لاتلوت‌هاش، آدمای بزهکار و پرونده‌دار و پیشینه‌دار و آدمای اینچنینی توش هستن. نمونه‌ای رو که ما خودمونم دیدیم، من نمونه‌ای رو دیدم. خب یه نمونه شما بگم، یه کسی بود نزدیک ما چند کوچه اون سوتر، ما می‌دیدیم که گاهی این خونه‌ها، این قاب‌ها یا اون فریم‌هایی که آیفونا بود یا زنگ، اینا رو می‌کند، شبا می‌کند. یا پس از اون این یک فلزی داره، این کنترلای گاز که سنگینه، وزن داره، اینا رو هم میگونه. این فریما رو دیگه همه میدونستن کار کیه، یا اگه دزدی میشه یه بخشی رو یا یه خودروی اون از اینجا کارهای چیپ و دزدی های این چین رو میدونستن کار کیه. یک چنگایی ما دیدیم که این آدم اصلا پیداش نیست، زندان بود، حالا کجا بود نمیدونم، من نمیدونم. پس از چنگا ما دیدیم که این در یه بازاری داره ارشاد و کار امر معروفی میکنه، منتها کار امر معروفی چیپ. آقا تو چرا با خانم، تو چرا آرایشت اونجوریه، یا از این داستان ها مربوط به اون زمان میشه، نزدیک دهه 70. هنوز مانند امروز اینقدر پرقدرت و اینها نشده بود، زمانی که به گونه آقای خمینی زنده بود اینا. خب این آدم بعد رفته بود تو امر به معروف، از اینا بسیار داشتن و اینها بسیار جنایت ها
کرده این امر به معروف و میکنه هم. تعقیب آدم ها، دستگیری، کشتن، زدن، اینها رو روبودن، میبردن تو جنگل ها، تو خرابه ها، تو ویرانه ها، شماری رو میزدن، شماری رو حتی میکشتن و کارهای پرشمار که من نمیبرازم. و هنی میخوام بگم که امروز اینها اون چه که در متروی تهران اون بلایی که اون گرفتاری که پهلوان اسکار نحوی پور آمد، این گروه برای یک ماموریتی رفته بودند که در بیمارستان نمیگه، چون ماموریتشون محرمانه بوده. این ماموریت همواره تیمی هست، دست کم 5 تن، گاهی 7 تن، بیشتر و کمتر بنا به نوع و جای و ویژگی که داره، که نماینده نیروی انتظامی توشون هست، اما نگاه میکنه، ورود نمیکنه، بیشتر اوقات هم دور وای میسته. نماینده اطلاعات هست، به هیچ رو کسی نمیبینه، شناخته نمیشه، و نماینده بسیج هم هست توشون، اونا هم ورود هم. ولی روحانی گاهی میتونه باشه، یه روحانی آخوند باشه، گاهی هم میتونه لباس شخصی باشه، و یه کسی دیگری که اونها رو مدیریت میکنه، هدایت میکنه، که در این فیلم الان من نشون میدم، میگه بزن دیگه. یعنی نیروی انتظامی اون روز نمیزد اگر اون دستوری رو نمیداد. یه کسی در این فیلم الان من نشون میدم به شما، شما بعدا بیشتر ببینید که میگه بزن دیگه. چه کسی میگه؟ در حالی که این پهلوان آدمی بوده، یا آدم فرهیخته. شما ببینید اینجا کنار مردمه، در فیلم های دیگه ببینید مردم پیشش هستن. این آدمی که اهل موسیقی بوده، گیتار میزده، اهل شعر بوده، در نیوزلند بوده چند سال، آدمی که تو زورخونه پهلوان منش بوده، خانواده ریشه دار، شعر بوده این آدم، این آدم معنوی بوده این آدم. اونگاه ببینید اون متحری، شارلاتان علی متحری. حالا من یه وقتی به خود این متحری میپردازم که این کیه. این آدم درو به این آدم میگه که اگر نیروی انتظامی این کار نمیکرد میبایستی اعدام بوده. برای چی؟ خود درگیری بوده، حالا قانون مشخص کرده با یه آخوندی یه درگیری داشته، هرچی، آخوندی که نکشته، راحت هم میشد این آدم رو اصلا با پای خودش میرفت هر جا که میگفتن. اما یه کسی گفت بزن دیگه. شما در این فیلم من نشون میدم، نگاه میتونید بکنید که بعدا خودتون هم این رو نگاه کنید. جانم فدای ایران. آخرین فرازی که این پهلوان، این فریدون زمانه، این بابک خرمدین، این کاوه میگه، میگه جانم فدای ایران. ببین یه کسی اونجا نخست آروم میگه، میگه بزن. مردم نمیگن، کسی نمیگه، چون دلیل نداشته بزنن. اون در کنار مردمه، مردم. یه کسی نهایتا با صدای بلندتر میگه بزن دیگه. اون یه کسیه که گفتم یکی از اعضای اون تیمه، از خود همین ستاد امر به معروفی هاست. من اینها رو دیدم، من با چشم دیدم یک مورد رو، گاهی حالا نمیپرسم، وقت من اجازه نمیده. خب نیروی انتظامی با کلاشینکوف اونجاست. شما در مترو، خب بارها، هزاران بار ما هم دو مترو بودیم دیگه، نیروی انتظامی اونجا حضور نداره، چون حراست، خود امنیت مترو خودش حراست داره، لباس شخصی هم هستن، نیاز نیست کسی با کلاشینکوف باشه. اونجا یه ماموریتی بودن، ماموریت امر معروفی بودن که این روحانی، این آخوند در بیمارستان هم نمیگه، دروغ میگه صدا و سیما، ولی میگه، دیگران هم میگن، داشته تذکر میداده به یه خانومی، این آقا ناراحت میشه، این پهلوان اسکار نحوی پور میاد بهش تذکر میده و دارگیر میشه، خودش میگه متش میگیرم و نهایتا این داستان. من ولی چیز دیگری رو دارم اینجا میگم، به امر به معروف بسنده و در حال پرداخته نشده. امر به معروف یک دستگاه بسیار مخوفیه در روبودنها. برای دکتر علیرضا صلحی، گفتم اون آشی رو که پخته بودن، کار امر به معروفی ها بود،
آشی رو که براش بردن کارم معروفی ها بود. دامی که برای دکتر علیرضا صلحی پزشک تبریزی گذاشتن، خانم مهناز مهناز حقیقی رو در بندر عباس و بسیاری های دیگه. گاهی اینها می دزدند یک کسی رو، جوانانی رو، مهندسین و دختران رو، بعد میبرن در جنگل، در خرابه ها، در خانه های تیمی و به گونه های گوناگون. یا این اسید پاشی ها رو ما داشتیم، به اینها گاهی تجاوز هایی میکنن، عکس میگیرن، فیلم میگیرن، بعد اینها رو به اینها نشون میدن، به این گونه اینها رو تحت کنترل در میارن. روش ها پرشمار هست، تنها من اینو گفتم که اینها گاهی به شکل معلول، گاهی شما فکر میکنید روانی هن. نیستن اینها. امر به معروف بسیار اینها مخوف و خطرناک دارن کار میکنن. بسیاری از این تعقیب ها رو در زمینه های گوناگون، چه اون زمان که این ویدیوها ممنوع بود که فیلم چه کسانی رد و بدل میکنن و اینها، اینا اون از همون هنگام تو عروسی ها اینا راپورت میدادن چه کسی تو عروسی ها، جشن موسیقی چه اندازه هست، آیا می و مشروب میارن نمیارن، در همه اینها کجاها قمار میشه، کجاها سخنرانی هست، همه جا اینا هستن، همه جا. گفتم بیشتر از وزارت اطلاعات بودجه دارند، نیرو دارند، نفوذ دارند، قدرت دارند. در بالا سرشون گفتم کسی مانند احمد جنتی هست، شما ببینید یونسی زمان خاتمی بوده وزیر اطلاعات، شما احمد جنتی هم هست رئیس اینجا، معاونینش هم هستن رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح. خب این دستگاه، دستگاه قوی تره، خیلی قوی تر از وزارت اطلاعاته. بهش نپرداختن، قانونم پشتشه. یعنی اگر آسیب ببینن یا کشته بشن، جانباز، ایثارگر یا شهید. چرا؟ مگه اینا چه ماموریتی انجام میدن؟ چون ماموریت های خطرناکی انجام میدن. و اینو هم بگم، ما در آستانه 40مین روز سالگردش هستیم. بنده به کسی نمیگم برید فلان جا. من گاهی یوتیوب هایی میبینم، مثلا میگم فلان شهر آقا برید فلان گورستان اونجا تجمع کنیم. گاهی اپوزیسیون نماها، گاهی از خودشون، همین امر به معروفی ها، همین بسیجی ها، سپاه، میگه همه شما بیایید، ما میخوایم برنامه‌ای برای نهری پور. من نمونه های دیگر رو دیدم دارم میگم ها. من هیچ وقت به دوستای خودم، مهندسین خودم سفارش نمی کنم که اینجور جاها برن به نام نهوی پور، به نام ایکس و ایگرگ ها، مثلا پرستان اینا میرن شناسایی میکنن، اینا رو اختار میگیرن، انرژی اینها رو، این ذره انرژی ها، من باورم این هست، باعث این انرژی ها جمع بشه، یک روزی یک راهپیمایی، یک کار خیابانی چند میلیونی بشه همه با هم، که ما کم کم اینا رو شناسایی کنیم. یکی رو به بهانه همین سینما رکس، من نگفتم، من گفتم کسایی که در بیرون ایران هستن، بله بنده در آلمان هستم، برم کار واخواهی رو انجام بدم، در هر جا شد، جلوی سفارتخونه یا جاهای دیگر. اینا که در بیرون ایران هستن، شمایی که در آمریکا و کانادا و فرانسه و اینور اونور هستید، اینها برن، ولی من با احتیاط، چون اینا رو شناسایی میکنن. این اندک انرژی اینها رو هم ما از دست میدیم. گاهی این برنامه‌ریزی سیستم هست، میگم بله شما بیاید فلان نقطه، اونجا راهپیمایی هست، برای نمونه برای نهوی پور شما در فلان شهر بیاید. اینها رو چیکار میکنن؟ دیده شده ها، این چیزی هست که دیده شده. بنده سفارش نمیکنم، کسای دیگر میکنن. آگاه و هوشیار باشید، تو دام نیفتید،